شک نیست برادر اسلام که الله رب العزت انسان خلق کرده و پیدا کرده و انسان با از یک سلسله انگیزه ها و تمایلاتی که ما به نام فطرت مسمایش میکنیم انسان آفریده و فطرت در حقیقت عبارت از نمو انگیزه ها و تمایلات هست که مسیر انسان در این دنیا برایش بیان میکنه که انسان در این دنیا چی قسم زندگی بکنه. محبت یک مادر در رابطه با طفل، محبت اولاد با پدر و مادر و والدین، محبت انسان در رابطه با مال و بالاخره انگیزه های انسان به طرف خوردن و نوشیدن، به طرف ازدواج و نکاح و بالاخره به طرف داشتن اولاد، کل ازی از نشانه های فطرت هست که الله رب العزت بین می سرشت ما و شما را پیدا کرده که تا ما بتانیم که حیات و زندگی خود در این دنیا استمرار بتیم. یکی از انگیزه ها و تمایلاتی که الله رب العزت در فطرت هر انسان گذاشته، یکی هم حب و محبت انسان با وطنش می باشه. وطنی که انسان در او تولد شده، وطنی که انسان در او پیدا شده، وطنی که انسان آبا و اجدادش از خاکش، از آبش، از طبیعتش استفاده کرده و اینمی وطن در رابطه با اینمی انسان حیثیت مادر داره، حیثیت مادر داره. اینمی قسمی که ما در رحم مادر من حیث جنین پیدا میشیم، اینمی قسم ما در دامان وطن، در طبیعتش، در خاکش، در آبش، در هوایش پرورش میشیم. پس مادر برای انسان معزز و مکرم است، مادر برای انسان ناموس هست و هر انسان با غیرت از این ناموس خود تا آخرین قطره خون خود دفاع میکنه. به عین شکل وطن برای موتو مادر است، برای موتو ناموس است و هیچ انسان با غیرت و با شهامت نمیخواد که وطنش مورد هجوم بیگانه قرار بگیره و یا حتی مورد توهین و اهانت و تحقیر قرار بگیره. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که مشرکین مکه ایشان مجبور کردند که از مکه مکرمه برایند و به امر الله جل جلاله به طرف مدینه منوره هجرت کردند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به طرف مدینه منوره بره روی خود به طرف مکه مکرمه کرد و خطاب کرد و گفت ای مکه، محبوب ترین سرزمین های روی زمین به نزد ما تو هستی. اگر مردمت مرا از تو خارج نمی کرد هرگز ما از تو خارج نمی شدم. و به می خاطر است که بزرگای دین ما و شما مقوله را بیان میکنن که حب الوطن من الایمان، حب و محبت با وطن این نشانه ای ایمان انسان می باشه. خلط نکنیم برادر اسلام، این حدیث پیغمبر نیست بلکه این گفته بزرگای دین است. گفته های بزرگای دین ها هیچ وقت با حدیث پیغمبر خلط نکنیم و نگوییم که حدیث پیغمبر می باشه، ولیکن بزرگای دین اینمی مقوله را از آن چیزی که احادیث قولی و فعلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است استنباط کردن. خوب این مقدمه را چرا براتون بیان میکنم برادر اسلام؟ به جهت از اینکه در نیمه های هفته جاری ما و شما صدر اعظم کشور پاکستان یک سفر داشتن به طرف ایالات متحده امریکا. اهانت و تحقیر و توهینی که کشور امریکا در رابطه با اینمی صدر اعظم یک کشور اسلامی ما و شما انجام داد، شاید براتان بگویم که در تاریخ دیپلماسی بی سابقه بوده. با چی معنا؟ که کوچکترین یک دیپلمات پایین رتبه خوده به خاطر استقبال رئیس جمهور یک کشور در فرودگاه رایی نکرده بودش و مانند تماما مسافرین عادی با سرویس های مسافربری به اقامتگاهش انتقال میده. شک نیست که یک اهانت بسیار واضح و آشکار در قدم اول در رابطه با یک کشور اسلامی می باشه و در قدم دوم در رابطه با اون مردم متدین و مسلمان کشور پاکستان می باشه و در قدم سوم برای خود شخص عمران خان صدر اعظم پاکستان می باشه که اگر در ایشان شمه از تلخه مردانگی وجود می داشت از امو فرودگاه دوباره به کشور خود بر می گشت که تا افتخار اسلام و افتخار مسلمان های جهان کسب بکنند. ولیکن با وقاحت بی حد زیاده که با مذاکرات دونالد ترامپ
که رئیس جمهور 45مین رئیس جمهور کشور امریکا می باشه و ما در این خطبه از این انسان به رئیس جمهور شماره 45 یاد می کنم و نمی خواهیم که با نام پلیدش این منبر پیغمبر آلوده بسازم. زمانی که مذاکرات با او به میان می آید نه تنها که از این اهانت و تحقیر عملی و دیپلماسی خود معذرت نمی خواهد بلکه زبان اهانت و تحقیر در رابطه با کشور با شهامت و غیور افغانستان موضوع هم دوازده و بسیار به صورت بی‌شرمانه الفاظ رکیک استهزاآمیز و تمسخرآمیز خود در رابطه با این کشور غیور و با شهامت موضوع ارائه میکنه و با این الفاظ رکیک میگه که اگر ما خواسته باشیم در ظرف یک هفته در جنگ افغانستان پیروز میشیم ولیکن ما نمیخواییم که 10 میلیون انسان بکشیم. به این هم اکتفا نمیکنه بلکه الفاظ رکیک دیگه خود در رابطه با استهزا و تمسخر در رابطه با این سرزمین با غیور و مجاهد پرور ما و تو میگه که اگر ما خواسته باشیم در ظرف 10 روز افغانستان محو میکنیم، یعنی به ایمارا که از روی نقشه جهان دورش میکنیم. شک نیست برادر اسلام که یک استهزا و تمسخر آشکار در رابطه با یک کشور اسلامی در رابطه با وطنی که ما در او پرورش شدیم از خاک و آب از او استفاده کردیم و شک نیست که الفاظ رکیک و استهزاآمیز قلب هر انسان با غیرت و با شهامت که کوچکترین حب و محبت با این وطن و خاک خود داشته باشه جریحه‌دار میسازه و هیچ وقت نمیتونه که تحمل از این استهزا و تمسخر و تحقیر بکنه. ما افغانها در جنگ و بدبختی صبر و تحمل میکنیم، در فقر و تنگدستی صبر و تحمل میکنیم ولیکن هیچ وقت تحمل استهزا و تمسخر و تحقیر نداریم. هیچ وقت نمیخوایم که افتخار ما زیر سوال بره. پس به می جهت آن چیزی که وظیفه ما من حیث یک مسلمان است اصالتا از طرف خود وکالتا از طرف شما مردم با غیور از این کشور از فراز از این منبر ما ای الفاظ رکیک و استهزا آمیز و تمسخر آمیز در رابطه با کشور در رابطه با مادر و در رابطه با ناموس خود با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم و تقبیح میکنیم و از فراز از این منبر برای رئیس جمهور شماره 45 کشور امریکا اعلان میکنیم. یک، قبل از اینکه 10 میلیون انسان در کشور افغانستان به قتل برسانی و جنگ به نفع خود پیروز بسازی مراجعه کو به تاریخ کهن از این کشور. اگر وقت و زمان داری برو قبل از میلاد مطالعه بکو، عصر زمان اسکندر مقدونی را ورق بزن و بیبی که زمانی که اسکندر مقدونی خود فاتح جهان میگرفت زمانی که در افغانستان آمد چه حال بالایش آمد تاریخ برای جواب میده. اگر وقت نداری برو زمان چنگیز و تاتار را ورق بزن. چنگیز و تاتار چی نبود که در حق از این ملت نکردن؟ قتل عام کردن، شهرها را به کلی خراب کردن و حتی به خاطر که کسی زنده نباشه آب الهی دادن که مردم غرق شوه. تاریخ برای جواب میده که چه کردن. و اگر خواسته باشی برو تاریخ 100 سال پیش از این کشور مورد مطالعه قرار بده و بریتانیای کبیر که آفتاب در سرزمینش غروب نمیکرد برو ببین تاریخ برای جواب میده که کی آفتابش غروب داد. و اگر زیاد در رسوایی های در کاخ سفید مصروف هستی و وقت نداری برو تاریخ دهه 70 و 80 قرن 20 مطالعه بکو و زمانی که اتحاد جماهیر شوروی تا به دندان مسلح در یک کشور آمد و شعاری که تاریخ بر عقب بر نمیگرده سر داد، قریه ها را مکمل خراب کرد، صدها هزار را به زندان انداخت، زنده به گور کرد، میلیون ها انسان محاوره کرد، بالاخره تاریخ برای جواب میده که چی هست. دوم، اگر تو در صدد محو از این کشور باشی قبل از اینکه تو فکر محو از این سرزمین بکنی توصیه میشه برات که برو بین نقشه های دهه 80 قرن 20 و نقشه دهه اول قرن 21 بین از این نقشه های جهان یک مقایسه کو و مقارنه بکو و بالاخره از خود سوال بکو که چرا ما اتحاد جماهیر شوروی را در نقشه امروز نمیبینم.
ای بر قدرت قشون سرخه از روی نقشه جهان کی محو کرد؟ ای بر قدرتی که آمده بود و بالاخره تاریخ جغرافی جهان کی تغییر داد؟ اگر تو در فکر محو افغانستان باشی، متوجه باش قبل از اینکه سرزمین محو کنی محو میشی. توصیه و سیوم، قبل از اینکه تو ما را تو خود بانی سرنوشت افغانستان بگردانی، به رسوایی های خود بپرداز. رسوایی هایی که کاخ سفید متعفن شده، رسوایی هایی که مردم امریکا به سطوح آمدگی استند، دوسیه رسوایی های با مداخله کشور روسیه در انتخابات 2016 که تو با تقلب کامیاب شدی و تا به امروز مردم امریکا را فریب میدی هنوز پا بر جای هست و این رسوایی ها هنوز محو نشده. رسوایی های روابط جنسی که تمام رسانه های امریکا متعفن شده گیست و حتی رسانه های جهانی را متعفن کردی، برو رسوایی های خودم محو بکن. دروغ هایی که ریکارد دروغگویی را در سطح دیپلماسی قایم کردی و بنابر گزارشات خود کشور امریکا در 466 روز کاری خود رئیس جمهور شماره 45 کشور امریکا 3001 مرتبه دروغ گفته، 113 دروغ گفته، 3 مرتبه تکرار کرده و از جمله از دروغهایش یکی دروغگویی عدم مداخله کشور روسیه در رابطه با انتخابات 2016 می باشد. رسوایی های دیوار مکزیک هنوز ما بر جای هست. تو توانایی حل 2300 یا 3200 کیلومتر دیوار توانایی حلش نداری، آمدی سرزمین ما را محو میکنی؟ چه جبر و ظلم نبود که بالای کارمندان فدرالی و حکومت امریکا ناوردی؟ ظلم و استبداد در رابطه با کارمندان حکومت فدرالی امریکا تو قایم کردی. تقریبا در حدود 1 میلیون کارمند فدرالی را اضافه در از یک ماه در خانه شاندی. بوی تعفن و تشنابایتان جهان به استا خبر کرد. کارمندان فدرالت رفتن گدایی کردن. برو غم خدا بخو، تو آمدی کشور ما را محو میکنی. در اخیر توصیه ما برای رئیس جمهور شماره 45 کشور امریکا است که متوجه باش که فرعون و نمرود دو شخص نبودند که در عهد و زمان خود تیر شده باشند، بلکه فرعون و نمرود انگیزه هایی است که در هر عصر و زمان با اشکال مختلف ظاهر میشه و با کمال تعصب بگویم که فرعونیت و نمرودیت عصر ما در چهره کثیف تو ظاهر شده. فرعون به خاطر بقای سلطه خود اولاد بنی اسرائیل ذبح کرد که باش ما قدرت شوم و بسا سلطنت به نفع ما باقی ماند. ابراهیم علیه السلام زمانی که در مقابل نمرود استاد شد، نمرود برش گفت که انا احیی و امید، ما هم میمیرانم و زنده میکنم و بالاخره نمرودیت را با اعلان کرد. اما نمرود عصر ما تو که تو هستی، تو خواستی که با کشتن 10 میلیون انسان جنگ به نفع خود ختم بکنی و بعد از او گفتی که نه، ما نمیخوایم که 10 میلیون انسان به قتل برسانیم، یعنی گویا که حیات و زندگی ما را دیگه تو رقم میزنی. اگر فرعون موسی علیه السلام 1000 2000 اولاد بنی اسرائیل به قتل رسانده باشه، اگر نمرود ابراهیم علیه السلام با کشتن یک انسان نمرودیت تو خود اعلان کرد، ولیکن نمرودیت و فرعونیت در تو آنقدر سرکشی و طغیان کرده که در 10 میلیون انسان ای عطش تو خاموش نمیشه، بلکه میخوای که یک سرزمین با 35 میلیون نفوسش با تمام حیوانات و نباتات و حشرات و خزنده ها و پرنده هاش محو کنی، متوجه باش وعده الله حق است. فرعون هم زمانی که به حد طغیانش رسید و گفت که انا ربکم الاعلا، ما بزرگترین خدایتان هستم، الله رب العزت از فوق راش اعلان کرد، فاخذهم الله نکال الاخره والاولا، الله رب العزت رز گرفتش به خاطر عبرت و پند دنیا و آخرت. قوم عاد که تو از نطفه از اونها خارج شدگیستی، اونها هم به قدرت خود مینازیدند و میگفتند که حل اشد منا قوه، از ما کده هم با قوت در روی زمین هست.
متوجه باش که جهان به مزاج تو و مشیت تو نمی کرده. این جهان از خود خالق داره، این جهان از خود آفریدگار داره. هیچ ذره از این جهان از این آفریدگار پوشیده نیست. اگر الله رب العزت چند روز تو را مهلت میده، به این خاطر نیست که تو بگی او سرنوشت ملت ها را به دستت بگیری، بلکه الله رب العزت به این خاطر مهلتت میده که تا تو را امتحان بکنه. ما ضرورت به پوزشت نیستیم، ما ضرورت به معزتت نداریم، بلکه ما میگذاریم که تاریخ برای تو جواب میده. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.